بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، خواهران و برادران گرامی، می خواهم موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان را در ارتباط با تحولات اخیر سیاسی و جهانی به شما واضح سازم. من و رهبری دولت در کل مذاکرات خیش را با جناب مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا مثبت و سازنده تلقی می نماییم. از آمادگی دولت ایالات متحده امریکا به خاطر همکاری مالیشان در مهار و مدیریت بحران کرونا در افغانستان استقبال نموده و مراتب امتنان و سپاس خیش را ابراز می داریم. بحث های ما با وزیر خارجه امریکا در محور صلح و تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در فضای مثبت و سازنده صورت گرفت. ایالات متحده امریکا به عنوان شریک بنیادی و مهم افغانستان از پیچیدگی های روند صلح واقفند و ما مشوره های نزدیک و دوامدار خیش را به خاطر تقویت و کامیابی این روند ادامه خواهیم داد. صلح خواست فرد ملت افغانستان است. کسانی بر ضد صلحند که به جای آتش بس تاکید بر کشتار دارند. پرونم دی ملی وحدت حکومت مخکنه اجرایه رئیس دکتر سب عبدالله عبدالله سر جلا مذاکرات دارد. لکه دلوالی پورزمه چه وعده کرده و دی نوی حکومت جولولمه دی پراخ و مشورو بخاطر زندولیو. گوختلمه دی خپل وعده پاساس دکتر سب عبدالله تا دی سول پروسی که اساسی نقش او دی تیم ملگرو تا پا کابینه که رول وردون. اما هغه دی اساسی قانون پر تغییر تنگار کوی. هغه هم پا یواش پکه. دی ده اوز ما ترمنز دی تفاهم پا اساس. یعنی دی ده سه جولخ او تشکیلات و گوختون که ده چه دی اساسی قانون لمواد سره کامل مغایرت لري. زله هغه میکانیزم څخه بیرون چې په خپل قانون ایولاندینی نکره د هیڅ فرد او ډلې په غوښتنه د اساسي قانون د تعدیل صلاحیت نه لرم. د هر معقول غوښتنې لپاره چې د اساسي قانون مواد نقص نشي د مذاکره باب پرانیسته او هم داسه با پرانیسته ایوی. ده اساسی قانون تعدیل یوازه او یوازه ده اساسی قانون دلو جرگه صلاحیت ده. تعود ما برای ساختن حکومت فراگیر متشکل از تمام جناهای سیاسی، قومی، زبانی، مذهبی، جنسیتی و سمتی پابرجاست و من با معاونین و نماینده فوق‌العاده خیش رویان کار می نماییم. مطمئن باشید که تجربه حکومت های گروهی و سمتی در افغانستان ناکام است و ما دنبال تجربه های ناکام نیستیم. شما از رای مطبوعات و رسانه های اجتماعی در جریان قرار گرفته اید که ایالات متحده امریکا تصمیم گرفته است که کمک های خیش را به افغانستان کاهش دهد. ما از کمک های بیدریه ایالات متحده امریکا که تا اکنون به ملت و دولت افغانستان انجام داده است مدیون و متشکریم. دولت ها همیشه برای حالات احتیاطی برنامه می داشته باشند. ما نیز برای حالات غیر مترقبه از قبل برنامه های مدون و اساسی را طرح کرده بودیم. من به خاطر جبران کمبود کمک های ایالات متحده امریکا تمام ابعاد بودجه ریاضتی را مطالعه نموده و به زودترین فرصت به شما اطمینان خواهم داد. اما همین اکنون برایتان اطمینان داده می توانم که کاهش کمک ایالات متحده امریکا تأثیر مستقیم بالای بخش ها و سکتورهای کلیدی ما نخواهد داشت و تلاش خواهیم کرد هم با روش ریاضتی و هم با جستجوی منابع بدیل این خلا را پر بسازید. برای ما
حفظ جان ملت، حفظ قیمتها، ارائه و عرضه خدمات و فعال نگه داشتن دستگاه دولت و جمهوریت مهم و حیاتی است. در این بخشا هیچ تأثیر در زندگی مردم گونه ما نخواهد گردید. چنانچه در اعلامیه ایالات متحده امریکا آمده است، آنها هنوز این کمک‌ها را قطع نکرده بلکه مشروط ساختند. تلاش خواهیم ورزید از رای گفتگو و مذاکره قناعتشان را فراهم سازیم. زیوزل بیا به طالبانو غک کوم چه دیدینی علماو غک طلبای کوایی او دی کرونا مصیبت څخه د خلکو د نجات په خاطر پوربند موافقه وکړي. هغوی چې د طالبانو په سیمه کې ژوند کوي د افغانستان خلک دي او د جمهور رئیس په توګه ځان د هغوی د روغتیا او هوساینې مسؤول ګڼو. که فاجعه پیښه سي نو خدای او ملت شاهد دي چې مسؤلیت به یې د طالبان او د هغوی د بهرنیو ملاتړو په غاړه وي. زنده باد افغانستان، یشسن افغانستان، ژوندی دی وی افغانستان.